الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والصالحين تربارين نماز جماعة نكات ادامه شروط درست بودن اقتداء به یک اینکه امام باید جلوتر بیاست امام نسبت, نسبت به معموم باید جلوتر بیستد. اگر معموم جلوتر از امام بیاست نماز درست نیست لازم حتما امام جلوتر باشه و معیار و ملاک هم پاشنه پا هست اگر برابر هم بیاست نماز درسته نماز معموم گرچه چنین کاری مکروه است اما نماز درسته بهتره برای دوری از وسوسه و دوری از شبهه معموم اندکی عقبتر از امام بیست تا نمازش درست باشد شاره شد که هرگاه دو نفر بخوان نماز جماعت بگذارند اگر هر دو مرد باشند امام میسته و معموم در سمت راست او در سمت راست او ابن عباس رضی الله رو روایت نموده است که شب نزد خاله هم، میمونه رضی الله عنها همسر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوابیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برخواست برای نماز سنت نماز شب بگذارد من هم رفتم وضو گرفتم اومدم در سمت چپ آن حضرت ایستادم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مرا در سمت راست خودش قرار داد پس در سمت راست ارزشمند اگر یک نفر باشه در سمت راست میستد اما اشاره شد که اگر خانم باشه هیچ فرق نمیکنه محرم باشه یا کسی دیگری پشت سر امام می ایستد یعنی اگر دو نفر باشند مرد و یک خانم خانم چه خانم خودش باشه چه از محارم دیگرش باشه یا خانم دیگری باشه در اینجا خانم پشت سر امام می استد. دو آگاهی داشتن از جابجایی امام معموم باید از جابجایی امام آگاهی داشته باشه حالا یا امام رو ببیند با چشماش یا گوشه از صف رو ببیند یا به شیوه که صدای امام به معموم برسه و از جا به جای امام آگاهی داشته باشد سه در یک جا جمع باشند یعنی وقتی میخوان نماز جماعت بگذارند معموم امام در یک جا باشند در یک مکانی پشت سر هم حالا فضایی باشه که صفها به هم پیوسته باشه در یک مکان باشند چهار معموم نیت جماعت را بکند اگر معموم نیت جماعت نکند و با دستور امام جا به جا بشه حرکاتش انجام بدهد نمازش درست نیست چون به امام اقتدا نکرده است که با حرکات او جابجا جا بشه با گفتار او جابجا به جا بشه بلکه باید نیت جماعت بکند تا نمازش درست باشد اما اگر امام خودش نیت امامت نکند امام نیت امامت نکند نمازش درست است با این تفاوت که ثواب جماعت شامل حالش نمی شود چرا درسته؟ برای اینکه خب امام از کسی تبعیت نمی کنه خودش دارش اون افعالش رو انجام می دهد بر اساس میل خودش خواسته خودش داره اون حرکاتش انجام میده و از کسی تبعیت نمیکنه لذا برای او گفتن واجب نیست که نیت امامت رو داشته باشه با این تفاوت که اگر نیت امامت نکند ثواب جماعت رو به دست نخواهد آورد جز در نماز جمعه در نماز جمعه امام باید حتما نیت امامت بکند چون نماز جمعه به شکل فرادا گزارده نمی شود اگر نیت امامت نکند نمازش درست نیست پس در نماز جمعه یا یک نمازی که میخواد اعاده بکنه گفتم باز در اونجا حتما باید نیت امامت بکند یا نمازی رو که نظر کرده باشه با جماعت بگذارد حتما باید برای آن نیت امامت داشته باشه تا نمازش درست باشد اگه فردی نمازش رو فرادا آغاز کند سپس ببیند که در اونجا نماز جماعت برگزار می شود اگر در رکعت آغازین باشه ائمه فرمودن که نیت میکنه اون نماز رو تبدیل به نفل میکنه بعد از درکت سلام میده و نماز رو همراه با جماعت میگذارد اما گفتن اگر بعد از درکت باشه نمازش ادامه بده و به پایان ببرد نمازش ادامه بده و به پایان ببرد برخی نیز گفتن میتواند میتواند در همون حالت به اون امام اقتدا کند اگر رکعتهایش پیش از نماز امام پایان بیابد می نشیند، منتظر می ماند همراه امام سلام بدهد یا این کار می توان انجام بدهد که نیت مفارقت بکنه در دلش و نمازش رو سلام میدهد دهد پنج نظام و کیفیت نماز امام و معموم با هم یکی باشد اگر شیوه هاشون کیفیتشون با هم متفاوت باشه نمی به همدیگر اقتدا بکنند مثلا امام نماز کسوف یا خصوف بگذارد معموم نماز ظهر یا نماز صبح امام نماز جنازه بخواند معموم نماز فرض دیگری اقتدا نمودن این معموم به اون امام درست نیست چون که کیفیت نمازشون با هم یکی نیست و به مانند همدیگر نیستند شش موافقت با امام در انجام افعال نماز در انجام افعال نماز معموم باید با امام هماهنگ و هماوا با باشه و اگه در رکوع از با تکبیر امام به رکوع بره برخیزد از رکوع در افعال نماز اینجا لازمه که حتما معموم از امام تبعیت بکند اما تخلف اندک از امام اشکالی ندارد تخلف اندک از امام اشکالی نداره حالا به خاطر کندی به خاطر سستی گاهی وقتا امام سریعتر میره معموم یکم دیرتر بره اینجا اشکالی نداره ولی سعی کنی که فاصله زیادی نیفتد اگر اگر معموم پیش از تکبیر تحرم امام تکبیر بگوید نمازش درست نیست اگر قبل از اینکه امام تکبیر تحرم بگوید معموم تکبیر بگوید نمازش درست نیست چون هر روز نماز،, نماز امام آغاز نشده است که معموم بخواد اختدا بکنه پس در اون زمان باید دقت بکنه حتما حتما دقت بکند که بعد از تکبیر تحرم امام معموم تکبیر بگوید و باز واجب است که معموم رکن فعلی قبل از امام انجام ندهد یعنی قبل از امام درست نیست که معموم رکوع برود یا سجده انجام بده بلکه باید حتما بعد از امام این کارها رو انجام بدهد ابو هریره رضی الله عنه روایت نموده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اما یخش احدکم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله تعالى رأسه رأس حمار او صورته صورت حمار آیا کسی از شما بیمان را ندارد که هرگاه سرش را عمدی از سجده بلند کند در حالی که امام در سجده است آنکه خداوند والا مرتبه سرش را به سر اولاغ تبدیل می کند یا سیمایش را به سیمای اولاغ تبدیل می نماید یه تهدیدیه اگر معموم عمدی عمدی پیش از امام سر از سجده بردارد یا سر از رکوع بردارد یا پیش از امام رخنی دیگری از نمازها را انجام بدهد تهدید شده که این کار کار درستی نیست اگر صحوی باشه اگر صحوی باشه وقتی که از سجده بلند میشه ببیند که امام در سجده از, از, از بر است اینجا بهتره برگرده به سجده چون صحوان این کار انجام داده بنده ای که صحوی کاری انجام بده از روی خطا کاری انجام بده در برابرش بازخواست نمیشود ولی عمدی نباید چنین این کاری رو انجام بدهد هرگاه هرگاه کسی از آغاز نماز همراه امام نبوده باشد و بعد بیاد به امام اقتدا بکند اگر امام در حال قیام باشد نیت میکنه معموم همراه با امام همراه به امام نیت میکنه بعد از اینکه امام به رکوع رفت معموم همراه به رکوع میرود اگر بیاید ببیند که امام در حال رکوع است در حال رکوع است معموم اینجا تکبیر نیت میکنه تکبیر تحرم در حال قیام در واجبات نماز اشاره شد در حال قیام تکبیر تحرمش رو میگوید بعد سنتی که برای رفتن به رکوع است تکبیر بگوید تا یقین پیدا بکند که تکبیر تحرمش در حال قیام انجام گرفته است چون تکبیرات الاحرام یا تکبیر تحرم حتما باید تمامی واجهاش در حال قیام انجام بگیرد اگه بخشی از تکبیر تحرم به هنگام خم شدن برای رکوع در غیر قیام انجام بگیره اون درست نیست پس اینجا باید نمازگزار دقت بکند که مبادا مبادا تکبیر تحرام یا تکبیرات الاحرامش در حال خم شدن گفته بشه بلکه دقت کنه حتما در حال قیام باشه برخی از آدابی که سنت هست در نماز جماعت رعایت بشوند یک فردی که میخواد بره مسجد برای نماز جماعت با آرامش با وقار با سنگینی حرکت کنه به سمت نماز آرامش رو دقت کنه رعایت داشت رعایت پس آرامش رعایت آرامش برای رفتن به نماز از آداب حضور در نماز جماعت است ابو هریره رضی الله عنه روایت نموده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه نماز جماعت برگزار شد شما شتابان برای آن نیایید بلکه با آرامش به سوی آن بیایید بر شما لازم است که آرامش رو حفظ نمایید آنچه را که همراه امام دریافتید بگذارید و آنچه که از شما فوت می‌شود، بعد از سلام امام بر و نمازتون رو ادامه میدید و تکمیل می‌نمایید. چون شتابان آمدن چه بسا سبب شود که فرد پاش به جایی بخوره و بلغزه به زمین بیفته آسیب ببینه ذره رو زیانی به بدنش وارد بشود پس کار مناسبی نیست پس با آرامش با آرامش بکند تا وقتی به نماز رسید انشالله نمازش رو با آرامش آغاز کنه به دنبال اون آرامش خداوند به چنین فردی فرود بیاید حالا گفتن اگر بیم قضا شدن نماز رو داشته باشه اشکالی نداره می تواند یه مقدار شتابان بیاید اگر بیم قضا شدن نماز رو داشته باشد در اون زمان اشکالی نداره یه مقداری شتابان سوی نماز بیاید یا اگر نماز جماعت با حضور این فرد برگزار میشه اینجا باز اشکالی نداره که یه مقداری با شتابان برای نماز بیاید ولی خب دقت کنه که مبادا دچار آسیب بشود به هنگام رفتن به نماز سخنان بیهوده بر زبان جاری نکند وقتی در مسیر داره حرکت میکنه اولا بهتر فردی که به مسجد حرکت میکنه با دعا از خدا بخواد که در مسیرش نور قرار بده سمت راست پیش رویش و او را از بهشتیان قرار بده دعا کنه برای خودش سخنان بیهوده بر زبان جاری نکند اگه در مسیر افراد رو دید سلام بدهد اگه بهش سلام دادن جواب سلام رو بدهد سخنان بیهوده بلکه سخنان نیک بر زبان جاری بکند اگر در مسجد هست بعد از اینکه اقامه گفته میشه برخیزه برای نمازش یعنی وقتی قد قامت الصلاه و قد قامت الصلاه گفته شد در اون زمان برای نماز به پا راست کردندن صفا بهتره که نمازگزاران در صف راست بیستند صف کج نباشد راست کردندن صف هم راست کردندن صف هم از جمله کامل نمودن نماز هست پس تصف سعی کنن به هم بچسبند. افرادی که ایستادن در صف اولا صاف بیستن که بیشتر گفتیم ملاک پاشنه پاس پاشنه پاها با هم برابر باشه و راست به هم بچسبند. فرجه و فاصله بین همدیگر باقی نماند انس رضی الله عنه روایت نموده و گفته پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود صفهایتون رو راست و یکسان گردانید صفهایتون رو راست و یکسان گردانید بیگمان راست گرداندن صف از جمله کامل گذاردن نماز هست برای اینکه فرد بتواند به اون پاداش کامل دست پیدا بکند باید دقت کنه که شکل ظاهر رو نیز رعایت کنه و صفها رو راست بگرداند فردی که بعد از آغاز نماز جماعت به مسجد میرسد یا در جایی که نماز جماعت برگزار میشه میآید اگر در صف جایی پیدا کرد در صف می ایستد اما اگر ببیند که صف کامل و پر هست صف کامل و پر هست اینجا بهتره که از کسی دیگری که در صف ایستاده یه اشاری بهش بکنه با دست دادن که اون فرد به عقب بیاد و همراه هم بیستند چون تنها ایستادن در بیرون از صف نماز کار خوبی نیست کار خوبی نیست بهتره که دو نفر بیستن اگر امید داشته باشه که امکن... کسانی از بیرون می آیند اشکال نداره تنها می و افرادی از بیرون میان هم دیگر با هم نماز جماعت رو ادامه می دهند اما اگر این امید رو نداشته باشد در این صورت بهتر از کسی که در صفحه جلو ایستاده کمک بخواد و بیاد با هم دیگر بیستن و سنت از کسی که خواسته میشه بیاد همراهیم بیسته اون هم اون رو بپذیره و تعاون دیگه. تعاون برای انجام چنین کاری س پاداش داره و در صفا سعی بکنیم که صف اول رو کامل کنیم گاهی دقت میشه که برخی از دوستان میان وارد مسجد میشن پیش از آن که صف اول کامل بشه و پر بشود پشت سر صف اول صف میبندن این کار خوبی نیست بلکه باید سعی کنن که صف اول کاملا پر بشود اگر در صف اول جا نشد در اون زمان باز پشت سر امام میستن بعد پشت سر امام میرسه و نمازش رو آغاز میکنه نماز جماعتش امامی که برای افراد امامت میکند اگر افراد آمی باشن یعنی همه افراد باشن اینجا بهتر نماز رو سبک بگذارد چه بسا در میان نمازگذاران افراد پیر افراد نیازمندی هستند افرادی که کاری دارند اگه نماز طولانی باشه دوچار دو عصر و حرج می شوند اینجا بهتر است که امام نماز رو سبکتر بخواند منتها نه سبکتری که واجه های قرآن رو به گونه تلفظ کند که از معنیش چیزی فهمیده نشود بلکه آیات رو کوتاهتر بخونه شمرده شمرده و نماز سبک باشد تا افراد نیازمند به دنبال کارهای خودشون بروند. اما اگر افرادی باشند که راضی باشند به طول دادن نماز اینجا امام میتواند نماز رو طول بدهد و اشکالی نداره بلکه ثواب فراوانی هم درش هست پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است که هرگاه کسی در نماز برای مردم امامت کند پس آن را سبک و کوتاه بگذارد زیرا در میان آنان یعنی معمومین افراد ناتوان و بیمار و سال خورده ای هستند هر که بعد از نماز برن دنبال کارشون اما هرگاه فرد به تنهایی نماز میگذارد هر اندازه که دلش میخواهد نمازش رو طول بدهد چیش؟ حاضر شدن در صف اول حاضر شدن در صف اول چون پاداش فراوانی داره تقسیم نمودن کسی که پشت سر امام میسته ثواب بیشتر بهش میرسه بعد کسی که در سمت راستشه بعد از اون سمت شب یعنی به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه و خود صف اول پاداش فراوانی داره و مستحب است که فرد دقت کنه در صف اول حضور پیدا بکنه ابو هریر رضی الله عنه روایت نموده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمود اگر میدانستید در صف اول چه پاداشی افته است برای قرار گرفتن در اون صف قره کشی میشد یعنی همه با هم رقابت میکردند که در صف اول حضور پیدا بکنن خب راه دیگری جز قرعه انداختن نبود پس حضور در صف اول پاداش فراوانی دارد و بهترین صف هم بهترین صف در نماز جماعت در نماز مردان صف اول هست اگر زنان همراه با مردان نماز جماعت میگذارند و میان آنان هجابی نباشد دیواری هجاب دیگری نباشد اینجا بهترین صف زنان آخرین است آخرین است اما اگر زنان امامشون زن باشه و نماز جماعت بگذارن اینجا باز همون حکم رو داره که بهترین صف همون صف نخستینشون هست و پاداش فراوانی دارد پس سعی دقت شود که بزرگواران در صف اول حضور پیدا بکنیم و تکبیر تحرم رو همراه با امام دریابیم که پاداش فراوانی داره که اشاره شده که مسلمانان صدر اسلام سعی و تلاش میکردن که همیشه تکبیر تحرم رو همراه با امام دریابند در جایی گفتن وقتی که تکبیر تحرم رو همراه با امام در نمییافتن به یک دیگه گاهی تسلیت هم میگفتن که این اجر و پاداش بزرگ رو از دست داده است این لازمش اینه که فرد زودتر در مسجد حضور یابد هر کسی زودتر در مسجد حضور یافت اینجا سعی میکنه که اولا به تکبیر تحرم امام همراه با امام برسد دومی که در صف اول قرار بگیره و پاداش چندین برابری رو به دست بیاورد هرگاه برای امام عذری پیش آمد که نتواند نماز رو ادامه بده در این صورت میتواند از معمومین برای خودش نایبی برگزیند که به جای امام بیسته و نماز جماعت رو ادامه بدهند چون نماز جماعت بزرگان سواب بسیار زیادی داره سعی کنیم که در نماز جماعت حضور داشته باشیم درباره خوندن سوره فاتحه در نماز جماعت دیدگاه ائمه متفاوت است امام ابو حنیفه فرموده است که معموم پشت سر امام سوره فاتحه رو نمیخواند چه نماز سری باشد چه نماز جهری باشد نزد امام مالک در نمازهای سری معموم پشت سر امام نما... سوره فاتحه رو میخواند ولی در نمازهای جهری سوره فاتحه نمیخواند در مذهب شافی گفته شده که معموم در نمازهای سری و نمازهای جهری باید سوره فاتحه را بخواند اگر سوره فاتحه را پشت سر امام نخواند نمازش درست نیست و کسی که مسبوق باشه یعنی کسی که از آغاز نماز همراه با امام نبوده میاد میبیند که امام در رکوع هست نیت میکنه و به رکوع میره و در اینجا این نمازش درست اشکالی ندارد اگر نمازی که نماز، که از بیرون میآید و ببیند امام در حال رکوع است نیت کنه به رکوع برود شک کند که آیا همراه با امام به رکوع رسیده یا نرسیده اصل بر اینه که به رکوع نرسیده باشد اصل بر که به رکوع نرسیده پس بی بعد از سلام امام بلند میشه اون انداز از نمازش که باقی مونده نمازش رو ادامه میده اما اگه یقین داشته باشه که در رکوع به امام رسیده اون یک رکت برای او به شمار می آید و گفته شده بهتر هست امامی که در رکوع است و احساس می کند فردی وارد میشه یه مقداری مکس کنه توقف داشته باشه تا معموم تا معموم همراه امام رکوع رو دریابد در نماز جماعت وقتی که کنار هم ایستادن نمازگزارانی که طبق مذاهبی که خوندن سوره فاتحه برای امام ل... برای معموم لازم هست بهتره که سوره فاتحه رو آرام بخوانند بلند نخوانند که بغل دستی ها دوچار تشویش و دوچار ناراحتی بشوند بلکه با آرامش بخوانند تا برای کسی برای کسی ناراحتی پدید نیاورند خداوند متعال به همه ما و شما عزیزان این توفیق رو انایت بفرماید که نمازهایمون رو همراه با جماعت بگذاریم و پاداش ارزشمند میلیونی رو خداوند به همگی ما عطا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.